دوستان با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستم تو این ویدیو زمان گذشته رو بهتون یاد میدم گچمیش زمان میگیم زمان گذشته ساده رو تو ویدیوهایی که راجب فعل های اولماک، اتمک، بیلمک درست کرده بودم راجب اون فعل ها در زمان گذشته یه سری توضیحاتی دادم ولی خب اون مخصوص اون فعل ها بوده الان میخوام در حالت باز و گسترده زمان گذشته ساده رو توضیح بدم قبل از اینکه بریم سراغ درسمون لطف کنید قلم و کاغذتون رو حاضر بکنید هر کجا لازم هست یادداشت بکنید که برای تکرار کردن مشکلی نداشته باشید فرمول زمان گذشتمون فعل هستش ریشه فعل و یا فعل امر رو میذاریم اینجا به اضافه حرف د به اضافه شناسه و یا شخصکی. به این شکل میشه در واقع مثلا میشه بن فعلمون اینجا میاد دیم در چهار حالت مختلف سن دین او دی بیز دیک سیس دینیز اونلار دیلر که در چهار حالت مختلف به نابر قواعد واجی زبان ترکی این پسبند ها این حرف صدا که اینجا هست رو تغییر میدن بریم مثال گسترده تری بزنم تا متوجه بشید یه مروری هم بکنیم بر قواعد واجی زبان ترکی خب همونطور که میبینید برای شناسه برای فائل بن پسوند چارگانی ایم رو داریم اگر فعلمون در هجای آخرش که معمولا تک هجایی هستن در هجای آخرش صدای ا و یا ای داشته باشه پسوند ایم اگر آ و یا او داشته باشه پسوند ام اگر, آ ا پسفند ام، اگر آ ویا او و یا او داشته باشه پسوند اوم اگر او و یا او داشته باشه پسوند ایم رو داریم همونطوری که میبینید چهار تا فعل براتون مثال زدم با هر کدوم از پسوندها. ها گلدیم یعنی آمدم آلدم خریدم اویودم خوابیدم دندوم برگشتم این در حالت گذشته ساده هستش بریم سراغ سن خب میبینید همون ترتیب رو داریم اینجا گلدین آمدی آلدن خریدی اویودون خوابیدی دندون برگشتی سوم شخص مفرد رو ببینیم چطور هستش او و در اینجا شناسه ای او, او و ای رو داریم گلدی آمد آلد خرید اویودو خوابید دندو برگشت یعنی او آمد او خرید او خوابید او برگشت بریم سراغ موارد جمعمون بیز و پسبند چارگانه ایک رو داریم بیز گلدیک آمدیم بیز آلدوک خریدیم اویودوک خوابیدیم دندوک برگشتیم سیز شما پسوند اینیز رو داریم در حالت چهارگانه سیز گلدینیز آمدید آلدونوز خریدید اویودونوز خابیدید، دندونوز برگشتید و برای اونلار دو حالت رو داریم اگر در جملتون از کلمه اونلار استفاده کرده باشید و یا هر گونه اسمی که سوم شخص جمع باشه استفاده کرده باشید یعنی فائل نوشته شده باشه میتونید از فعل مفرد استفاده بکنید ولی اگر فائلتون نوشته نشده باشه باید شناسه جمع رو بیارید که مشخص بشه شما دارید راجع به یک جمعی صحبت میکنید در حالت عادی هم میتونید از جمع هم میتونید از مفردش استفاده کنید به شرطی که فاعلتون در جمله باشه مثلا میتونم بگم اونلار گلدی، اونلار آلدی، اونلار uyudu اونلار döndü ولی اگر فقط فعل رو در جمله داشته باشم و فائل رو نداشته باشم اون وقت حتما باید با شناسه جمع بگم تا مشخص بشه که کسی که فعل رو انجام داده جمع هستش من منظورم آنها هستش خب گلدلر آمدند آلدلار، خریدند اویودولار خوابیدند دندیلر برگشتند حالا بریم سراغ یه موردی که باید توضیح بدم اگر حرف آخر فعلمون یکی از این حروف باشه یعنی ف س ت ک چ ش ه پ که بهش میگیم حروف فستقچ شهاب که راحتتر یادمون بمونه اگر یکی از این حروف آخرین حرفی باشه که فعلمون باهاش تموم میشه و پسفندی بیاد که با د شروع بشه اون پسوند حرف دی که داره در کنار این حروف تبدیل به ت میشه مثال میزنیم گیت دیم باید می ولی چون ت جزء اون چند حرف هستش جزء حروف فستق شهاب هستش تبدیل به ت میشه میشه گیتیم رفتم چکتم بیرون رفتم خارج شدم کرکتم ترسیدم دکتم ریختم ببینید اینجا به جای د حرف ت رو آوردیم سن شناسه ها رو داریم اینجا دوباره سن گیتین چکتن کرکتون دکتون گیتین رفتی چکتن بیرون رفتی کرکتون ترسیدی دکتون ریختی خب اینجا همین قاعده در داریم به جای دیتا آوردیم مورد دیگه ای نیست که بگم نه خب این سراغ او او گیتی رفت چکتی بیرون رفت کرکتو ترسید دکتو ریخت حالا بریم موارد جمعش نشونتون بدم بیز گیتیک رفتیم چیکتیک بیرون رفتیم کرکتک ترسیدیم دکتک ریختیم بدین شکل گیتینوز رفتید چیکتونوز بیرون رفتید کورکتونوز ترسیدید دوکتونوز ریختید اینا رو حتما ویدیو رو نگه دارید و یادداشتاتون رو بکنید تا اینجا اگه ویدیو به دردتون خورده لطف کنید یک لایک بزنید خیلی ممنون میشم اگر سابسکرایب نکردید هم سابسکرایب کنید چون معلوم نمیشه من چه زمانی ویدیو بدم حتما زنگوله رو بزنید که متوجه بشید چه زمانی ویدیوی جدید میاد چون با توضیحات بیشتری در خدمتون خواهم بود توی مدت مطالعه زیاد کردم اوکی خب برای اونلار همونطور که گفتم میتونید پسوند سوم شخص مفرد رو استفاده کنید و یا سوم شخص جمع رو استفاده کنید گیتیلر گیتی, گیتی و یا گیتیلر جفتش هم میتونید استفاده کنید مفرد رو زمانی میتونید استفاده کنید که همونطور که گفتم فائل در جمله باشه از یه جایی باید مشخص باشه شما دارید راجع به یک جمعی صحبت میکنید گیتیلر رفتند چکتی چکتیلار بیرون رفتند کرکتو کرکتولار ترسیدند دکتو دکتولار ریختند بسیار خب. یک روش دیگه هم هست برای فرمول زمان گذشته در یک سری از کتاب ها که اون رو به این شکل نوشته اونم خواستم یه اشاره بکنم دوستانی که با روش های دیگه آشنا هستن اونم بدونن که خب اون روش هم مشکلی نداره اونم یک جور آنالیز هستش به این شکله به این باور هستش اون روش که پسوند دی میاد به حالت چارگانه و شناسه ها به این شکل هستند ولی خب چون ما شناسه هامون رو در صرف های دیگه هم همون ایم این خالی ایک اینیز و لر استفاده می کنیم به خاطر همون از اون روشی که یه دقیقه پیش توضیح دادم ترجیح دادم که توضیح بدم یه مثال میزنم از این روش هم این آنالیز فعلش به این شکله مثلا میگه که فعل استمک خواستن ایسته دی به اضافه این نیست به این شکل پس رو آنالیز کرده استدی نیز میشه خواستید اینم گفتم بریم سراغ حالت منفی در حالت منفی دوستان فعل رو داریم پسوند منفی ساز مد و یا ماد رو داریم بعد شناسه رو داریم اکی اگر پسوند ماد رو داشته باشیم برای فعلهایی هستش که حروف کلفت دارن یعنی حروف صدادار کلوفت رو دارن یعنی چی آ او 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 اگر هجای آخرمون این صداها رو داشته باشه پسوند ماد رو میاریم و شناسه همون هم تغییر اینها هستن دو جور شناسه خواهیم داشت ایم ببخشید ام ان ا از انز از اگر حروفمون در هجای آخر کلمه حروف نازک باشن پسوند منفی سازه مد رو میاریم و شناسه هامون هم ایم این ای ایز اینیز ایلر به این شکل خواهد بود بریم یه چند تا مثال بزنیم که بیشتر متوجه بشید تمام فعل هایی که صرف کردیم در صفحه قبل همون حالت رو میتونید برای منفی کردن خودتون تمرین بکنید و هر فعل دیگه که دوست داشتید با همون فرمول ها میتونید تمرین بکنید اگر سوالی داشتید باز هم در کامنت ها بنویسید من جواب میدم فقط دوستان وقتی که کامنت میذارید اگر فارسی تایپ میکنید و میخواید که یک کلمه ترکی رو بنویسید سعی کنید که فارسی تایپ نکنید چون شما وقتی کلمه ها و پسوند فارسی رو مینویسید سیستم اتوماتیک اون حالت تایپی رو یه خورده به هم میزنه یعنی حروف لاتین رو میبره سمت چپ حروف عربی رو میاره سمت راست به خاطر همون متن به هم میرزه اون چیزی هم که شما توی کامنت مینویسید به هم میخوره من نمیدونم شما راجع به چی دارید صحبت میکنید اینه که کامنت هاتون رو اگر توش کلمه ترکی خواهد بود کلش رو با حروف لاتین بنویسید که من ببینم دقیقا شما سوالتون چی هستش وقتی هم کلمه ترکی می نویسید هم جملات فارسی درست میکنید سیستم یوتیوب متن رو به هم میریزه کلماتشو خب امیدوارم متوجه شده باشید چی میگم بریم سراغ هامون آل مادم نخریدم سر مادم نپرسیدم کال مادم نماندم باک مادم نگاه نکردم همونجور که نگاه میکنید ریشه فعل رو داریم پسوند منفیظات ماد رو انتخاب کردم به خاطر حروف آ او اگه او بود باز هم همینطور اگه او بود باز هم همینطور و پسوند ام رو داریم هر پسفنده دیگه واسه شناسای دیگه بذارید جاش هم میتونید فعلتون رو همونطور که میخواید داشته باشید من فقط اول شخص مفرد رو اینجا مثال زدم چون دیگه خودتون بقیهش رو میدونید لزومی نبود که سرتون رو درد بیارم بریم سراغ فعلهایی که حروف نازک رو دارن ایسته مدم نخواستم یه مدم نخوردم ورمدم ندادم گلمدم نیامدم خب همونطور که میبینید بینید پسفند مد رو برای حروف اینجا داریم و هم پس این رو گذاشتم این صفحه قبل رو دوستان اجازه بدید این صفحه رو به خوبی یادداشت بکنید و از روش تمرین بکنید یعنی من در همین صفحه بعد که مثالا رو زدم فقط پسوند ام و ایم رو استفاده کردم برای اول شخص شما میتونید اینا رو که یادداشت کردید همه رو برای همین فعلی که اینجا هستش تمرین بکنید و هر فعل دیگه ای هم بذارید باز هم تمرینتون درست از آب در میاد حالا میخوایم سوالی بکنیم دو شکل سوالی داریم یکی سوالی مثبت یکی سوالی منفی یکی مثلا میگیم که آیا اینطوره یه جا میگیم که آیا اینطور نیست در حالت مثبت فعل رو داریم پسوند ده و یا ته رو داریم همونطور که توضیح دادم اگر فستکش شهاب یعنی در حروف آخرش حروف فستکش شهاب اگر بود ت میشد اونم اینجا قید کردم به اضافه شناسه و کلمه بعدیمون کلمه پرسشی آیا هستش که چهارگانه هستش دوستان اگه با کلمات پرسشی آشنایی ندارن میتونید برید سراغ توی کانال من قسمت ویدیوها ویدیوی کلمات پرسشی رو نگاه بکنید اونجا قشنگ میرو توضیح دادم و حالت منفی ریشه فل رو داریم مد و یا ماد رو داریم شناسه رو داریم چون شناسه یا از حرف ا یا از حرف آ تبعیت میکنه بنا به این پسوند منفی ساز فقط دو نمونه کلمه آیا داریم اون هم م و یا می هستش حالا مثال بزنم راحت تر متوجه میشید به این سراغ سوالی در حالت مثبت برای سن مثال زدم سودین آیا دوست داشتی؟ ان تانیدینمه شناختی آیا شناختی دی؟ دیدون مو آیا سیر شدی اوشودونمه آیا احساس سرما کردی آیا سردت شد اوشومک یعنی احساس سرما کردن سن م? این هم با پسونده ت سنگایتینمه آیا رفتی باکتینمه آیا نگاه کردی توتون مو آیا گرفتی کوستتون مو آیا قهر کردی؟ خب کسم هم یعنی قهر کردن؟ همونطور که می بینید برای حروف مختلف سوال ما هم در حالت چارگانه تغییر کرده. اینو با هر فعل دیگه ای میتونید دوستان تمرین بکنید بریم سراغ سوالی منفی، در حالت سوالی منفی گفتم مد و یا ماد میاد به همون حالت هم اگر ماد اومده باشه با م اگر مد اومده باشه با می سوالی میکنیم تو مدین م خوشت نیومد دوست نداشتی تانو مادن آیا نشناختی دوی مادن سیر نشدی اشو دینمه سردت نشد احساس سرما نکردی گیت مدین آیا نرفتی؟ باک مادن نگاه نکردی؟ توت مادن ما؟ نگرفتی؟ تو دستت نگه نداشتی؟ کس مدین آیا قهر نکردی؟ مثلا میخوایم بگیم مگه قهر نبودی یا همچین چیزی خب دوستان تا اینجا توضیحات رو دادم باز هر سوالی داشتید یا اگر فکر میکنید چیزی رو جا انداختم بگید تو کامنت ها من در خدمتون هستم هر سوالی داشتید بپرسید در ضمن میتونید راجع به بقیه مسائل زندگی در ترکیه هم با من مشورت بکنید مثل خرید ملک و تحصیل در دانشگاه با مدرک معتبر اروپا و اینجور چیزا هم میتونید مشورت بکنید در شهر مختلف ترکیه میتونم واسه مشاوره ملکی بدم خب دوستان امیدوارم که یاد رو کرده باشید لایک یادتون نرفته باشه سابسکرایب اگر خواستید بیشتر راهنماییتون میکنه بیشتر کمکتون میکنه سابسکرایب کردن بیشتر به درد شما میخوره دوستان چون من خب مرتب ویدیو نمیذارم هر موقع بتونم ویدیو میذارم اینه که بهتره که خبر داشته باشید در خدمتون هستم موفق باشید